راجع به تکنیک های اولویت بندی محصول، من تقریبا دوستانی قرار بیان رو یه نگاهی کردم که رو چه حوزه هایی کار میکنن، سعی کردم یه سری توضیحات اجمالی اولیه در بیارم از روش هایی که وجود داره، تا بعدش بتونم در انتهای داستان بعد از اینکه تکنیک های کلی رو گفتم از شماها بشنوم که خودتون دارید در حال حاضر از چه روش هایی استفاده میکنید، تا یه ذره بتونیم عملیاتی تر درگیر بشیم. توی این وبینار من سعی میکنم اون متدهایی که داره جاهای مختلف استفاده میشه و فیدبک های نسبتاً خوبی گرفته رو به شما معرفی بکنم. مطمئنم که کل تکنیک ها رو نمیرسم، ولی اون چیزهایی که حداقل توی ایران و بیشتر شاید تهران و اون یکی دو شهرستانی که من رفتم دیدم بیشتر رایجه رو سعی میکنم با شما ها شیر بکنم. اگر هم سوالی بود ممنون میشم سوالاتتون رو به صورت توی کاغذی چیزی برای خودتون بنویسین، تا زمانی که زمان در واقع پرسش و پاسخ شد سوالها رو برای من حالا یا با وایس بپرسین یا اینجا بنویسین اگر دسترسی به میکروفون ندارین، و بعدش در واقع شروع کنیم به کار کردن. خب اول از همه بریم راجع به این که واقعا این اولویت بندی چیه، چرا این کار رو انجام میدیم، اگر انجام بدیم چه اتفاقاتی برای ما میفته، اگر انجام بدیم چه اتفاقاتی برای ما میفته. فکر میکنم داستان کلی این موضوع که عموما بچه های استارتاپی وقتی شروع به کار میکنن تسک هاشون و در واقع فیچر هایی که میخوان طراحی بکنن رو بیشتر بر اساس اون چیزی که خودشون فکر میکنن نیازه در واقع در میارن، که الزاماً تا یک استیجی بد نیست. حالا راجبش صحبت میکنم، اصلا جزء یکی از متدهایی هست که توی در واقع لانچ محصول بعد از اینکه ایده ولیدیت شد تا یک جایی بعد بر اساس اون در واقع فیچرهای اساسی پیش بریم، که در واقع شاید اینو در واقع وسطهای داستان که وارد در واقع چرخه تولید میشیم بیشتر بهش بپردازیم. کلاً از یه سری مفاهیم عمومی شروع میکنم تا برسیم به معرفی متدها. خب اصلا چرا اول از همه اولویت بندی میکنیم؟ این یه داستان خیلی کلیه که شاید تعریف دقیقی براش نداشته باشیم. دلیل اصلی این که اولویت بندی میکنیم و اولویت بندی مهمه این هست که عموماً برای اینکه ما همه کار رو با هم انجام بدیم منابع کافی نداریم، و یکی از کارهایی که مدیران محصول یا صاحبان محصول انجام میدن اینه که با توجه به منابعی که دارن شروع میکنن در واقع فیچرها رو طراحی کردن و محصول رو حالا یا تولید کردن یا توسعه دادن. کلا برای اینکه بدونیم این محدودیت ها چیان باید واقعا به یه چند تا سوال جواب بدیم و دقیق‌ترین رو یکم بررسی کنیم. اینکه کلا کاری که داریم انجام میدیم رو بتونیم بسنجیم که چه ارزشی ایجاد میکنه و برای چه کسی داره ارزش ایجاد میکنه، و اینکه چطوری اون ارزش رو تولید کنیم، یعنی چطوری اون ارزش رو به سمت یک فیچر هدایتش کنیم. حالا ممکنه رو محصولات مختلف فیچر
این دو بخش خیلی کار داریم. بخش های دیگه یه ذره اولویتش کم در واقع تازه به بازار ورود پیدا کردن، ولی تو جایی که من دیدم بیشتر استارتاپایی که الان داریم باهاشون صحبت می‌کنیم، من تصویر خودمو ندارم، آیا شما دارین یا نه؟ خب من یه ریفرش می‌کنم، فکر کنم درست شد. خب الان تصویرم فکر می‌کنم اومد. من این هم یک بار خاموش روشن کنم. اسلاید هم احتمالاً الان فکر کنم الان همش اومد، اوکیه. خب مرسی. یکی از روش های این، اگر کلا بخوایم سراغ متد های اولویت بندی بریم، تقریبا یک 20 مدل استاندارد هست که روش اولویت بندی میکنم. یک سری از این اولویت، یک سری از این مدل های اولویت بندی رو ما داریم در حال حاضر استفاده میکنیم، روی پروداکت های مختلفی استفاده شده، خیلی ها رو از دوستان گرفتیم، فیدبک هاش رو گرفتیم که از چجوری استفاده کردن، و در نهایت این مدل تقریبا در دنیا داره استفاده میشه. حالا طراحی اصلی این در واقع چند مدل و یه چیزی شبیه جدول مندلیوفه که همه توی شیمی باهاش زیاد سر و کار داشتیم. تقریبا الان تمام حوزه های اصلی که داریم میبینیم اومده اینجا و به دو بخش اصلی تقسیم شده. اون دو بخش اصلی در واقع محور افقی و محور عمودی ما هست که محور افقی بیشتر میاد تمایلات اولویت بندی محصول رو از داخل بیزینس به بازار نگاه میکنه و قسمت افقی در واقع نمودار میاد از ساید مشتری به داخل بیزینس نگاه میکنه. یه بار دیگه میگم، اون خط عمودی از داخل بیزینس به سمت بیرون، خط افقی پایین از بیرون بازار در واقع مشتری های ما که ما بهش اصطلاحا هم میگیم صدای مشتری به داخل کسب و کاره. به صورت عمومی توی فرایند طراحی محصول خیلی ها میان بعد از نیازسنجی اولیه محدودیت ها رو از سمت داخل بیزینس میشناسن و بعدش یک سری سرویس رو تولید میکنن و به بیرون میدن. بعد از اینکه یک ذره بیزینس رشد میکنه میان سعی میکنن فیچرها رو بر اساس صدای مشتری بشناسن و سعی میکنن از روش های متفاوتی که وجود داره یک سری فیدبک بگیرن، این فیدبک ها رو بیارن بر اساس تست هایی که ایجاد میکنن به صورت سرویس ارائه بدن به مشتری. من ترجیح میدم از در واقع مدل هایی
صحبت کنم که هم سمت مشتری رو داره هم سمت بیزینس رو، و در انتها بیام یواش یواش به سمت اون سایدی که بیشتر به بیزینس در واقع دارن کار میکنن. خب من اگر بخوام از دیگه از الان بریم شروع کنیم، فکر میکنم مدل کانو یکی از مدل‌های اصلی که هم سمت مشتری رو بهش توجه میکنه و هم سمت در واقع دردسرها و نگرانی‌های خود بیزینس رو. مدل اصلی کانو توسط نویاکی کانو طراحی شده که یه پژوهشگر و مشاور ژاپنیه که خیلی از استارتاپ ها تا یک استیج از مدل کانو استفاده میکنن. یه کوچولو مدل پیچیده‌ایه، منم سعی میکنم خیلی پیچیدگی‌هاش رو توضیح ندم. میتونیم یه کاری بکنیم، از بین مدل‌هایی که داریم توضیح میدیم بعداً یک مدل رو بهش بیشتر عمیق بشیم، مثلا توی وبینار دیگه‌ای داشته باشیم راجبش بیشتر صحبت کنیم. این وبینار رو بذاریم کلاً شناختن در واقع کلیات اولویت بندی ها. من توی این در واقع وبینار سعی می‌کنم یه چند تا از موارد رو بیشتر بهش تمرکز بکنم، از همون نمودار عمودی شروع بکنم. فاینانشیال آنالیسیس یکی از مواردیه که بهش تمرکز خواهیم کرد. IMAC Alistair Framework یکی از مدل‌هایی که خواه نخواه داره توی استارتاپ‌های ایرانی خیلی توش استفاده میشه، هم استارتاپ هم بیزینس‌هایی که دارن بی تو بی طراحی می‌کنن. خود بیزینس گول هست، ولیو ریسک هستش و ولیو کاست که تقریبا بیزینس‌های فکر می‌کنم 5 نفره و 10 نفره روی ولیو ریسک و ولیو کاست خیلی دارن کار می‌کنن. یعنی اگر راجع به توضیح بدیم می‌بینید که ما هم داریم مثلا این مدلی اولویت بندیامون رو در میاریم. روی کلاسیفیکیشن رنکینگ یه ذره کار میکنیم. داستانش ذره برای استارتاپ هاییه که یک مدل هایی دارن که نمیخوان خیلی در واقع سرش نظر سنجی بکنن، ارتباطشون با مشتری کمتره و بیشتر راجع به فیچر هاییه که در واقع قرار نیست خیلی روش اعتبار سنجی انجام بشه. مدل KJ و مدل کانو رو داریم و استوری مپینگ هم خیلی روش کار میشه. الان مثلا بیشتر شتاب دهنده ها روی استوری مپینگ دارن کار میکنن در حال حاضر روی تهران. و در نهایت QFD من نوشتم که بگم، فقط بذارم مطمئن شم اینجا هست. بله، QFD هم زیر مدل کانو هستش که فکر میکنم مخفف Quality Function Deploy هستش. این چند مدل رو میخوام توضیح بدم. حالا قبل از اینکه وارد صحبت ها بشم، الان کسی سوالی داره بپرسه؟ اگر هست به من بگین، اگر نه من با مدل کانو شروع بکنم. اگر کسی خواستم میتونست درخواست وایس بده که صداش رو هم من هم بقیه دوستان بشنویم. خب حتما صداش. خب مدل کانو روی چند بخش تمرکز داره. اولش رضایت مشتری با توجه به ویژگی هایی که داریم میدیم و سعی میکنه یه سطح ساختارمندی رو آماده بکنه که بدونیم کاری که داریم میکنیم چقدر خوبه، چقدر خوب اجرا شده یا چقدر بده و چقدر بد اجرا شده. معمولا میاد این ویژگی ها رو به 4 دسته اصلی تقسیم میکنه و سعی میکنه که شما موارد رو از طریق پرسشنامه، از طریق پرسوناهای مختلف مشتری بفهمید. یه سری مفاهیم رو فکر میکنم دیگه همه میدونیم، مثل اینکه آقا پرسوناهای مختلف با توجه به تارگت مارکتمون یا کاستومر سگمنتمون چیه. تو کل مدل های اولویت بندی اینه که شما از هر کاستومر سگمنتتون یک سری مشتری داشته باشید که بتونید باهاش به هر نحوی ارتباط بگیرید خیلی مهمه. یک سری مدل های داخلی بیشتر به شناخت در واقع اون، حالا ما بهش می سهام داره، ولی اون در واقع اعضای تصمیم گیرنده داره که حالا این اعضای تصمیم گیرنده میتونه واقعا سهامدارای بیزینس شما باشن، میتونم نه یک در واقع تیم اعضای هد تیما باشن که واقعا توی تصمیم گیری مهمن. کلا پس ما در واقع تو کل داستان ها این دو سگمنت تاثیر داریم. یه نکته راجع به 4 ویژگی در واقع کانو گفتم که خیلی روش سعی میکنه تمرکز کنه.
مدل کانو میگه باید سعی کنید که در برابر ساختاری که ایجاد میکنید رضایت داشته باشید. یه نمودار دو بعدی کانو هست که فکر میکنم اینجا من آوردمش. خب من اون رو الان براتون میارم توی این اسلاید. این نمودار اصلی کانو هستش که کل در واقع اولویت بندی محصول شما باید روی این نمودار در واقع بشینه و به چند تا چیز تمرکز میکنه. اول از همه اون رضایت در برابر ساختار مندیه که میگه شما هر کاری که میخواین انجام بدید در نهایت یا رضایت مندی ایجاد میکنه یا نارضایتی ایجاد میکنه، یا به مشتری شادی و هیجان میده یا باعث میشه که مشتری شما خسته بشه. حالا این رو همینطور توی ارزش سهامدار هم میاره، میگه شما همیشه دو سری آدم تصمیم گیرنده در داخل سازمانتون دارید، اونایی که هوشیارن و میدونن چی کار میکنن و مشتری رو میشناسن، اونهایی که به یک واسطه داخل سازمان شما هستن و واقعا نمیدونن شما دارید چی کار میکنید. حالا سعی میکنه این چهار طبقه رو به چند ویژگی تقسیم بکنه. این ویژگی ها تقسیم میشن به کارایی، جذابیت، تفاوت‌ها و بایدها. توی کارایی بحث به این صورته که بعضی از ویژگی‌های محصولا معمولاً طوری طراحی میشن که ما حس میکنیم خیلی رضایت دارن، خیلی رضایت ایجاد میکنن و واقعاً مشتری‌ها رو خوشحال میکنن. یه سری چیزها بایده، اون چیزهایی که محصول اگر نداشته باشه محصول ناقصه و از نظر مشتری اصلا محصول شما کاربری نداره. یک سری چیزا هم جذابه، اگر محصول شما داشته باشه یک جذابیتی ایجاد میکنه و بهتره که اینها رو داشته باشید. یک سری هم تفاوته که در واقع محصولات مشابه شما رو رقبای شما توی بازار اونها رو ندارن و اگر شما داشته باشید یا تفاوت ایجاد میکنه یا تفاوت ایجاد نمیکنه. کل داستان کانو روی این چهار ویژگی که تقریبا کل حرفش اینه، میگه سعی بکنید هر کاری که دارین انجام میدین رو از طریق پرسشنامه بفهمید که اون ویژگی، اون فیچر توی کدوم از این بخشا هستش. باید داشته باشین، اگر داشته باشین یه کارایی روی محصول ایجاد میکنه، اگر داشته باشین جذابیت ایجاد میکنه و اگر داشته باشین تفاوت ایجاد میکنه. اولویت‌های اصلی محصولتون رو بذارید بر اساس اون بایدها و از طریق کارت امتیازی بیاین اینها رو امتیاز بندی بکنید. معمولاً اون بایدها اگر یک سرویس نداشته باشه سرویس نباید عرضه بشه و به دست مشتری احتمالی نهایی برسه. یک سری چیزها کاراییه، بیاین بعد کارایی‌ها رو به صورت تسک در بیاری، بعدش جذابیت‌ها رو و بعدش تفاوت ها رو. خود من عموما توی خیلی جاهایی که دارم شروع به کار میکنم از مدل کانو استفاده میکنم. مدل کانو در نهایت به این میرسه که شما با استفاده از روش کارت امتیازی بیان مشتری ها رو دور هم جمع بکنید با استفاده از یک پرسشنامه و در بیارید که کدوم از ویژگی هایی که توی این چهار بخش تقسیم میشه اولویت داره. اگر شما سهامدار یا آدم تصمیم گیرنده دارید که در نهایت تصمیم اون فرد یا افراد توی اولویت بندی محصول شما مهمه، سعی کنید به اون تصمیم های مرتبط یک سری درصد تأثیر بدید. این درصد تأثیر باعث میشه که مثلا اگر یک کارت امتیازی درصد صفر داره، یک کارت امتیازی حتی اگر تعداد آدمی بهش رأی بدن چون یک درصد تأثیرگذار داره، یک درصدی به اون، یک ضریب مثلا 20، یک ضریب 10، یک ضریب 1 اضافه بشه. این رو عموما خودش خیلی بهش ورود پیدا نمیکنه و میاد میگه که شما خودتون رو بر اساس اولویت این رو بدید و بعد از اون ببینید که کدوم ویژگی ها باید اجرا شه. یک نکته رو تاکید داره، اون همینه که ویژگی هایی که توی بخش باید هست رو حتما توی محصولتون ارائه بدید. حالا این یه جایی کانفلیکت پیدا میکنه در واقع با
مدل های دیگه که من رو روی مدل های در واقع جلوتر جواب میدم. خب یه روش کارت امتیازیه توی مدل کار. یک روش دیگه هم پرسشنامه است. توی پرسشنامه میگه شما سوالاتی رو که طراحی میکنی سعی کنید یک سری جواب خاص بهش بدی و این جواب ها بر اساس یک پیش‌فرضیه که ما داریم. اون جواب ها اینجوریه: من دوستش دارم، دوست دارم اون فیچر رو داشته باشم، من انتظار دارم که این فیچر رو داشته باشم، کلا برام مهم نیست، اگر داشته باشه میتونم تحملش کنم، و اصلا دوست ندارم این در واقع فیچر رو داشته باشم. و در نهایت اون رو بیاین توی یک جدول به همین صورت در واقع ارائه بدید. من عکس اون جدول رو هم الان اضافه میکنم که شما داشته باشین. میگه جوابهای این سوالها رو بیان روی جدول اکسل به این صورت در بیارید و در نهایت از این روش و امتیاز دادن به این شما میدونید که کدوم فیچرها رو باید در بیارید. به صورت معمول خیلی مهمه که چه جنس آدمایی دارن در واقع به این رنک میدن. من خودم کاری که میکنم همیشه سعی میکنم از پرسوناهای مختلف کاربرا از هر نفر 4-5 نفر رو از هر تیم از هر گروه 4-5 نفر رو بیارم و بعدش شروع کنیم با هم صحبت کردن. توی حین صحبت‌ها پرسش‌ها رو میدم بهشون پر میکنم و آخر سر یکی از دوستانمون هست که میاد امتیاز بندی میکنه. این روش در واقع کلی کانوه. اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، این بایدها، کارایی‌ها، جذابیت‌ها و تفاوت‌ها. خیلی مهمه که اولویت بندیاشون رعایت بشه. اگر بایدها رو نداشتید بهتره که اون فیچر رو ارائه ندید. خیلی تمرکز و تاکید میکنه روی این و ترتیبش هم همونطوری که گفتم: باید، کارایی، جذابیت و تفاوت. خب این توضیحات خیلی کلی کانو بود. حالا اگر روی این مدل صحبتی هست، سوالی هست، من این مدل رو جواب بدم تا بریم روی مدل بعدی. تقریبا میتونم بگم برای بیزینس های تیم های 5 تا 10 نفره جزء یکی از مدل هایی که راحت میشه بهش رسید و اولویت بندی خوبی به ما میده. اگر الان سوالی هست روی این مدل ازم بپرسیم، بگیم که راجع به صحبت بچه ها سوالی نیست. یک کامنت به من بدین اگر سوال ندارین، چون من میگم شاید بایستین که دارین سوال رو می نویسین. بخش پرفورمنس. خب من اونجا چند تا چیزو گفتم. ناگهان یه چیزی هستش که ما بهتر داشته باشیم، خب، و اون چیزی که بهتر داشته باشیم در راستای اون ایجاد حس بهتر یا همون رضایتمندی کاربراست. خب ما عموما به دو بخش اصلی تقسیم میکنیم، یکی اون فانکشنالیتیشه، یکی اون ساتیسفکشنی که ایجاد میکنیم. خود پرفورمنس بر اساس اون کارت امتیازی که میگیری، نمیدونم کارت امتیازی قبلا کار کردین روی نیاز سنجی یا نه، بر اساس کاربرهایی که داریم خب سعی میکنیم یکی دوتا نماینده از اون کاربرها انتخاب بکنیم و ببینیم بر اساس اون چند تا سوالی که بهتون گفتم بالا، سوالهایی که طراحی میکنیم، یه جواب داره: من دوستش دارم، من انتظار دارم،
برام فرقی نمیکنه، میتونم تحملش کنم، مثلا کلا دوستش ندارم. میایم به اینها یک امتیاز میدیم، حالا یه سری میان درصد میدن، یه سری میان شماره میدن، خیلی ساختار مشخصی نداره. و در نهایت این امتیازا میاد تو این چند بخش تقسیم میشه، کارایی و جذابیت و تفاوت و بایدها. این رو ما میایم بر اساس عدد روی نمودار تقسیم میکنیم. باید سعی بکنیم امتیازها رو بر اساس پرفورمنس از فانکشن به ساتیسفکشن بالا ببریم. خب این در واقع خود اون روش کارت امتیازی که تاثیر میذاره روی پرفورمنسمون، برای اینکه اولویت بندی هامون رو از سمت فانکشنالیتی بودن به سمت رضایت بندی بیشتر ببریم. جواب سوالت رو گرفتی علیرضا جان؟ مخلص. خب یکی دیگه از روش هایی که استفاده میشه همون روش QFDیه که بهتون گفتم. یه ذره توضیحش سخته چون کار عملیاتی داره، یعنی باید نشستی مدلش رو اجرا کرد. من توضیحش رو میدم، ریسورسش رو هم براتون بعداً لینک میفرستم که روش عملیات جالبیه. من خودم کانال رو ترجیح میدم، ولی خب به هر حال QFD به عنوان یکی از چیزایی که تو خیلی از بیزنس‌هایی که دارن رشد میکنن استفاده میشه. QFD مخفف Quality Function Deploye که این هم در واقع کار یادم ژاپنی فکر میکنم به اسم یوجی آکا بود که خیلی وقت پیش این روش رو ارائه دادن. و روش انعطاف پذیری نیست، بیشتر تمرکز داره روی این که یک سری جدول باید پر بکنیم. من عکس این جدول رو میذارم که اگر خواستین جدولش رو دانلود بکنید بدونید چه شکلیه، و به صورت فایل اکسلی هم هست. من فایل اکسلش رو هم میتونم بهتون بدم. این جدول معروف QFD، من خودم از این جدول یک بار برای اولویت بندی روی یک نرم افزار حسابداری استفاده کردم. یه نرم افزار حسابداری داشتیم می‌نوشتیم و خب خیلی نیازها متفاوت بود. برای شرکت‌های بازرگانی بود و بازرگانی‌ها تو حوزه‌های مختلف دردسرهای زیادی داشتن. تقریبا میتونم بگم ما بعد از اینکه این جدول رو توی چند 6 ماه اول پر کردیم مثلا فرایند سازی بود یه ذره عوض شد، ولی حالا من توضیحات کلیشو میدم اگر خواستین راجبش بیشتر صحبت میکنیم. نکته اولی که QFD داره میگه سعی کنید نیازها و خواسته های مشتریاتون رو بفهمید. روشش هم اینه، میگه همیشه یه لیستی از تمام چیزهایی که میتونید برای مشتری ها به صورت بلقوه در واقع ارائه بدید که مفید باشه براشون تهیه بکنید و سعی بکنید روی این لیست یک طوفان مغزی توی تیمتون ایجاد بکنید و این رو با آدم هایی که ممکنه مشتری فعلی خودتون باشن در میون بذارید. یه نکته ای داره، اگر این کار رو دارید در حالی انجام میدید که مشتری در واقع محصولی دارید که مشتری داره، باید با مشتری فعلیتون و مشتریه که قبلا مشتری شما بودن در میون بذارید، چون به خاطر اینکه اونهایی که مشتری شما بودن به یک دلیل رفتن، این دلیل رفتن رو باید سعی کنید توی این در واقع بحث بفهمید، متوجه بشید و این رو بیاین یک رقابت ایجاد کنید بین مشتری ها و ببینید که واقعا فیچرهایی که توی بخش ریلیشنتون میاری و این بخش ریلیشن برای شما خیلی باید مهم باشه، ببینید که کدوم برای شما مفیده و سعی کنید به اونهایی که مشتری ها بیشتر تایید میکنن سعی کنید بفهمید که چرا براشون مهمه. اون چرایه خیلی مهمه به خاطر اینکه میاد توی در واقع طراحی فرایند اون ماژولتون، اون فیچرتون تأثیر میذاره. ما خیلی موقع ها میایم از سرویس های خارجی کپی میکنیم، خب یه فرایند خیلی میان به نقطه شروع میرسیم، ولی توی خیلی جاها که ما یک ریسورس اصلی نداریم خیلی مهمه که ریشه نیاز رو بفهمیم. ما همیشه توی بیت داستان میگیم آقا بریم اول نیاز رو بفهمیم، ولی وقتی داریم واقعا یک چیز رو در قالب یک سرویس ارائه میدیم که مشتری قراره خیلی با سر و کله بزنه و مشابه خارجی هم نداره، خیلی مهمه که اون ریشه رو بفهمیم.
این مدل پیچیدگی توضیح دادنش برای همینه، به خاطر اینکه کلا سعی اولویت بندی میکنه و سعی میکنه به شما بگه این ریشه چیه و کلا اصطلاحا کیفتی همش دنبال چه چیزی الان سوال. خب بعدش سعی میکنم یه آساده مشتریاتون رو بشنم. این داستان یه چیزی که خب هممون باهاش سر و کار داریم، فکر میکنم به تن ریسورسی هم که میتونیم استفاده کنیم همون کتاب تست مامانه. میگه سعی کنید همیشه مشتریاتون رو ببینید و ببینید که با چه چیزهایی مواجهن. یکی از مدلاش اینه که همیشه از بیاری آدم ها رو دور هم جمع کنید، یه دوربین بذارید بالا سرشون، ببینید یه کار رو در طول روز دارن چجوری انجام میدن و اون کار رو بیاین به صورت یک ماژول ببینیش و در نهایت بهش برسید. و اون چیزایی که روش بیشتر تمرکز میکنن، اگر مثلا یه کاری چالشه و سرش مثلا 15 دقیقه یه آدم داره وقت میذاره و محصول شما قراره یک فرایند مثلا 0-100 رو کاور بکنه، میگه بیاین سعی کنید به هر بخش از این فرایند وزن بدید و بیشترین تمرکزتون رو بذارید برای اون فیچری که یک کاربر سری زمان بیشتری میذاره. مثلا دارم میگم ما روی نرم افزار حسابداری یکی از کارهایی که خیلی وقت گیر بود، وقتی یک جنسی میومد توی انبار برای اینکه این توی انبار ثبت بشه بره جای خودش قرار بگیره، از ما یه زمان زیادی بود به خاطر اینکه محصول انبار عوض میشد دائما و خیلی موقع ها نمیدونست جای محصول کجاست و قرار بود یه QRی بزنیم که بگه این QR فلان محصول فلان قیمتش، این قیمت خریدشه، سقف قیمت فروش انقدر و جاش هم یه جای مشخصیه. ما یه بار که اومدیم این فرآیند رو چک کردیم، باگر رو پیدا کردیم و چون بیشتر این زمان رو میبرد تمرکز زیادی گذاشتیم روی این فیچر و تقریبا باعث شد که خیلی از مشتری ها بیان. اون پلنمون سابسکریپشنی بود، سابسکریپشن رو بخاطر همین موضوع بگیرم. ما کلی نرم افزار حسابداری تولید نکرده بودیم، توی چند تا شرکت که دیدیم چه کاری انجام میدن این خیلی باگ بود و برای همین باگ نرم افزار حسابداری رو میخریدن. ما هم در نهایت دنبال این بودیم که یه سری فیچرهای کلیدی بهشون بدیم تا در نهایت بیان کل پلتفرم حسابداریشون رو بیارن روی حسابداری ما. خیلی مهم بود که بیان ببینیم چه وزنی داره یک در واقع فیچر ایجاد میکنه. یک چیز هم این بود که خب بیاییم ما یک ارتباطی بدیم بین مشتری و خود شرکت، چون همیشه ما اونجا اعتقاد داشتیم که آقا اون چیزایی که مشتری ها میگن به زمان همیشه امکان پیاده سازیش نیست. خود این مدل QFD یک وزنی میده به این در مورد خود مدل ارتباط دهی چیز، میگه آقا چه چیزی به اضافه چگونه باید بیاد تأثیر بذاره روی اینکه ما تسکی رو داریم بهش اولویت میدیم و این اولویت ها ضریب داره. اینی که چه راهی ایجاد میکنه برای اینکه بین من و مشتری، یعنی من شرکت و مشتری، یک ارتباط قوی ایجاد کنم. میگه هر چیزی که بین شما و مشتری ارتباط قوی ایجاد میکنه ضریب نقطه بدید. اگر بین من و مشتری ارتباط عادی و نرمال ایجاد میکنه ضریب 3 بدید. اگر ارتباط ضعیف و غیر مستقیم داره ایجاد میکنه ضریب 1 بدید. و اگر داشتن اون ارتباط الزاماً خوب نیست و اصلا شاید شما اون در واقع آیتم رو نداشته باشید بهتره بهش ضریب 0 بدید. این باعث میشه که اون آدمی که قرار به شما فیدبک بده همیشه از روش تاثیرگذار با شما استفاده بکنه. فکر میکنم الان واقعا یکی از روش‌های خیلی تاثیرگذار همون ارتباط تلفنی که خیلی جاها دارن استفاده میکنن. دلیلش هم اینه که آدم‌ها الان بیشتر دنبال سریع انجام شدن یه کار هم. حالا به هر حال کلا تمرکزش اینه که اون روش ارتباط خیلی قوی رو جلوی چشم مشتری بذاری، اون چیزایی که کمتره رو اولویت بندی پایین بیاری. اگر مثلا ارتباط شما با مشتری از طریق ایمیل با یک روز تاخیر انجام میشه و برای مشتری یک روش متوسطه، کلا سعی کنید اون رو بهش ضریب کمتری بدیم و جلوی چشم نذاریمش. اون چیزی که باعث میشه مشتری تا به یک مشکلی میخوره اون رو به شما بگه بیاریم جلوی چشم مشتری بذارید، سریع به شما بگه، شما سریع اون فیدبک رو بگیرید. حالا میاد روی این جدول چیکار میکنه؟ ما توی این جدول چند تا قسمت داریم. یکی همون داستان
چه چیزی چگونه است که گفتم خیلی تمرکز میکنه، یکی ریلیشنشیپ هاست که ریلیشنشیپ ها همون مواردیه که میاد توی اون در واقع نمودار وسط، توی اون باکس بزرگ وسط اجرا میکنه. در نهایت کامپتیتوران اون امتیازیه که شما قراره به جمع اون ریلیشن ها بدین و در نهایت رنکینگ کل داستان. میگه این ریلیشن ها رو به چند قسمت مساوی تقسیم کنید. ما معمولا خودمون به سه ستون مختلف تقسیم میکنیم. بر اساس اون روش ارتباطی که ایجاد میکنیم، آدم ها یک سری دغدغه مشترک به ما میگن. خب این دغدغه ها رو میایم توی بر اساس تعدادی که به ما اعلام میشه میایم توی ستون های مختلف میچینیم. معمولا اگر هر چیزی بیشتر از 5 بار به ما گفته بشه توی سطر اول میچینیم، 2 بار تا 5 بار گفته بشه توی سمت دوم میچینیم، 1 بار گفته بشه و مشتری های دیگه زیاد تکرار نکنن توی سمت اول میچینیم. و بعدش میایم به اینها امتیاز میدیم. این امتیاز از کجا میاد؟ از طریق زمان و هزینه‌ای که ما قراره روی اون فیچر بذاریم. اونها رو از اولویت 1 تا اولویت 3 میچینیم و شروع میکنیم اصلاح کردن. سطر 1 رو اصلاح میکنیم، سطر 2 رو اصلاح میکنیم و در نهایت سطر 3 رو اصلاح میکنیم. روی بیزینس هایی که مشتری های خیلی زیادی دارن ممکنه بازه های زمانی خیلی زود این باکس تغییر بکنه. تا جایی که میتونیم باید بگیم مثلا ما اگر داریم بر اساس این متد مدیریت پروژه پیش میریم، میگیم ما 2 هفته به این در واقع تسک به دست نمیزنیم و اگر 2 هفته بعد قرار بود تغییری ایجاد بشه میایم اولویت بندی رو به صورت 2 هفته‌ای تغییرش میدیم. این یکی از مدل هاییه که میگم روی نرم افزارهایی که با مشتری به صورت مستقیم میتونه سر و کار داشته باشه خیلی در واقع سر و کله میزنه و معمولا روش خوبیه. این روش خیلی توضیح آنچنانی دیگه ای نداره. میدونم توضیحش یه ذره سخت و عجیب غریب بود، امیدوارم متوجه شده باشین. حالا باز سوالی هست ازم بپرسین تا شاید یه ذره بهتر بتونم جا بندازم این موضوع رو. بچه اگر سوالی نیستم به هم بگین که من برم سراغ مورد بعدی. خب مورد بعدی مورد علاقه خودم به اسم استوری مپینگ یا طرح داستان. طرح داستان جف بتون اولین بار معرفی کرده و فکر میکنم یک مقاله هم راجبش هست. الان اسم مقاله ها رو یادم نمیاد، بعدا اگر خواستیم بهتون میگم که بخونید خیلی خوبه. من حالا توضیح میدم خیلی کلیش رو. نمودار استوری مپینگ هم، طرح استوری مپینگ هم این هست، داشته باشید تا از من به این توضیح بدم. در واقع داستان اینه که پشت هر کاری که داریم میکنیم یه طرح داستانی وجود داره و همیشه برای اینکه یه طرح داستان بتونیم بکنیم خیلی کار خوبیه که بتونیم به صورت ساختار یافته این رو انجام بدیم. همیشه توی شروع کار ما میگیم یه تکلیست آماده میکنیم، میگیم این تکلیست تسکاس فلان کار و فلان کار و فلان کار انجام بدیم و واقعا خیلی از اینها سناریو نداره. میدونم جایگاه کنار اصلا محصول هستن واقعا اینجوری نیست، برای همین گفتم من این یه ذره فریمورکی تر توضیح بدم، فکر میکنم به درد همه میخوره. در حال حاضر خود ماها بیشتر از این مدل داریم استفاده میکنیم
به خاطر اینکه به مدل های مختلف مدیریت پروژه هم در واقع بیشتر میخوره. داستانی که با پشت هر ایده‌ای که داریم کار میکنیم یک داستانی وجود داره و برای این داستان هاست که ما باید اولویت بندی کنیم. محور افقی همیشه نتایج رو داره به ما نشون میده. داستان های استفاده کننده ها رو یا وظایفشون رو توی اون محور مینویسیم و در نتیجه میبینیم که چه کسایی قراره از این فیچر ما استفاده کنن و بر چه فرایندی قراره استفاده بکنن. محور عمودیمونم اون موارد خیلی کریتیکالمونه که مهمم خیلی در واقع اهمیت زیادی دارن، جزو موارد اساسی مونن. ما داستانه استفاده کننده هامون رو به صورت عمودی باید بنویسیم و اهمیت اونها رو بر اساس کارت امتیازی باید از بالا به پایین لیستش بکنیم. کارت امتیازی هم به دو روش اینجا استفاده میشه. روش اولمون صرف هزینه و ایجاد ارزشه. صرف هزینه و ایجاد ارزش خودش دو تا مدله، یکی ولیو ریسک، یکی ولیو کاسته. ولی خب توی خود مدل استوری مپینگ این داستان خیلی استفاده میشه و میگه آقا برای دو روش استفاده کنی. یکی این که ببینید فیچری که قراره تولید بکنی برای شما نسبت به هزینه‌ای که دارید ایجاد میکنید احتمالاً چه ارزش‌هایی ایجاد میکنه، که این ارزش‌ها رو من توی فانل متریکا راجبش توضیح میدم. و بعد از اون اگر قرار از روش ولیو و هزینه استفاده نکنید میگه بیاین ببینید که مشتری ها چه چیزهایی براشون کریتیکال تره. اگر یه قسمت از مدل کانال رو اینجا برداریم میگه بیاین ببینید کدومشون باید هست. اول بیاین اون باید ها و کارایی ها رو اینجا اولویت بندی کنید و بعدش برید سراغ مدل های دیگه، جذابیت و موارد دیگه‌اش. خیلی مهمه که توی اون بخش آخر، اون بیگ استوریز، داستان رو نوشته باشید و داستان‌ها رو به فعالیت تقسیم بکنید و فعالیت‌ها رو به تسک بشونید. این داستان استوری مپینگ اصلا از اینجا شروع میشه. حالا یکی از مواردی که میگه سعی کنید داستان‌هاتون رو به صورت کلی تعریف کنید و یه بیگ پیکچری باشه برای اینکه بتونید ازش چند فعالیت رو در بیارید و این فعالیت‌ها رو بیاین بهش امتیاز بدین و بر اساس این امتیازها تسکاتون رو تعریف کنید. خیلی روی اولویت بندی تسکا تمرکز نداره. میگه چیزی که مهمه اولویت بندی فعالیت‌هاتون. سعی کنید فعالیت‌هاتون رو اولویت بندی کنید. عموماً تسک‌ها وقتی باید اجرایی بشن انقدر به صورت تو در تو هستن که ممکنه اولویت بندی تسکاتون براتون اونقدر تو اون زمان دغدغه نباشه و مجبور باشین کلاً یک تسکی رو تموم بکنید. و در نهایت میگه بیاین تمرکز بکنید برای اینکه چیزهایی که واقعاً فعالیت هستن رو تعریف کنید. من یکی از مثالایی که خودش تو مقالهش میزنه میگه آقا اگر میخوان یه مثلا ماشینی رو بسازیم هیچ وقت اون چرخه فعالیت نمیشه، اون موتور فعالیته. یه رو موتور کار بکنی و بعدش بیاین چرخه رو توضیح بدی. یه ساختار خیلی کلی هم در آورده و ساختارش هم اینه که میگه همیشه سعی کنید اول از همه این رو به صورت یک برد بزرگ روی دیوارتون بزنید و اینو یه ابزار بصری بذارین برای اعضای تیم توسعه‌تون، برای سهامداراتون، برای اینی که بدونن اصلا نحوه کار کردن تیمتون چیه که بتونن یه دید و درک مشترکی با هم دیگه داشته باشن. و خود این فریم ورک یه روشیه برای اینکه بدونید فرآیندهای تکرارتون برای ارائه و توسعه محصولتون چطوریه و کلا خیلی تمرکز داره روی که خردگرایی جمعی بهتر از خردگرایی فردیه. و در نهایت سعی کنید برنامه‌های ریلیزتون رو به صورت یک خط افقی توی تور ته نشون بدین برای اینکه بدونید از یک نقطه که دارین شروع می‌کنید قرار کدوم استوریتون رو در نهایت جمع بندی کنه. یکی از چیزایی که میاره اینه که میگه از سمت راست شروع کنید تسکا رو جمع بکنید. همه تسکا که جمع میشه میره روی یه دونه فعالیت میشینه، فعالیت هایی که جمع شد در نهایت میره روی یک بیگ پیکچر میشینه و در نهایت اون ریلیز میشه میره. حالا بعدش میاد به این وارد پیدا میکنه، به این ورود پیدا میکنه که بیاین متریکاتون رو بشناسید، که حالا من توی تصویر بعد میخوام برم راجع به متریک ها صحبت کنم
و بخش متریک ها خیلی مهمه، میخوام یه ذره بیشتر راجبش صحبت بکنیم. اگر الان روی خود این در واقع نکته ای هست به هم بگین، اگر نه من برم سراغ متریک AARRR که یه ذره بیشتر فرایند اولویت بندی رو روی استوری مپینگ بشناسیم. خب اگر سوالی نیست من برم روی فانل. خب حالا توی ادامه بحث یکی از مواردی که خیلی در واقع فکر میکنم همه ما دیدیم فانل معروف AAARRR که کلن تمرکز میکنه روی acquisition, activation, retention و revenue و حالا یه سری ها referral رو دارن یه سری ها ندارن. توی story mapping میگه شما وقتی یک کار انجام دادید بیاید ببینید که تأثیر اون روی متریک های شما چیه. خیلی مهمه که شما متریک هاتون رو بشناسید. چند نفر از بچه های که الان هستن با این فانل معروف آشنایی دارن؟ مثل MVP دقیقا یه کار اولیه میکنیم ببینیم چقدر محصول جواب میده، اگر محصول جواب داد بیشتر روش کار میکنیم. دقیقا همین مدل میاد روی فانل قرار میگیره و وقتی روی فانل قرار گرفت میاد درصد بندی میکنیم که آقا این فانکشن من این ماژول من چقدر تاثیر میذاره. خود این فانل توسط دیو مکلور اگر اشتباه نکنم اسمش رو طراحی شده اولین بار و کلا میگه سعی کنید رو چند تا چیز تمرکز کنید. اول از اینکه استفاده اون در واقع آدم هایی که قرار از سرویس شما استفاده کنن از کجا میان، چقدر از اولین استفاده که دارن انجام میدن چقدر لذت میبرن، چقدر عضو میشن و چقدر در نهایت برای شما درآمد ایجاد میکنن و چقدر همین آدم ها رو به دیگران توصیه میکنن. اینو اول توی قیف نشون داده و در نهایت دو تا هدف رو دنبال میگه. اگر میخواید بر اساس این فانل اولویت بندی کنید دو تا سوال رو جواب بدید. اول از اینکه هدف تجارتتون قراره هدف و ماژولتون توی کسب و کارتون توی تجارتتون کدوم قسمت رو ارتقا میده و در نهایت روی کجا بیشترین تأثیرش رو میذاره. یکی از مثالهایی که من آورده بودم این اسلاید بعدمه که میگه بیاین قسمت‌های مختلف رو تقسیم کنید بین در واقع فیچرهای مختلفتون رو بیاین
تقسیم میکنید بین فانل اکویزیشن و اکتیویشن و اکتیویشن و به خدمت شما ریتنشن و ریونیو ریفرال و بیاید ببینید که هر کدوم از این فیچرها چند درصد برای شما داره کانورژن ایجاد میکنه و در نهایت چقدر ارزش ایجاد میکنه. حالا ممکنه این ارزش الزاماً پول نباشه ولی در نهایت گفتم کل اولویت بندی ها سعی میکنه که درآمد شما تمرکز بکنه. این سایت که من آوردم بازدید سایتش از لندینگ پیج و یا ویجت هاش رو آورده، توی قسمت اکتیویشنش اومده ایمیل و بلاگ و RSS و اینا رو آورده و ساین اپ کردن و ریتنشنش رو ایمیل باز کردن RSS ویو آورده و در نهایت که چقدر آدم به هم ریفر میکنن و بعدش اومده ریونیو رو آورده. توی حالت استانداردش ریفرال بعد از ریونیو میگه، اومد کسی یک بار خرید نکنه به بقیه هم معرفی نمیکنه، ولی خب ممکنه توی سری کسب و کارها این متفاوت باشن و درصد قابل توجه ریزش توی فانل ایجاد میشه. در نهایت شما اینجوری میتونید بفهمید که خب اون در واقع فیچری که طراحی کردین چقدر داره به رشد کسب و کار شما کمک میکنه، چقدر به درآمدزایی شما داره کمک میکنه. تقریبا مدل کنو و مدل استوری مپینگ خیلی روی این حوزه آخرش تمرکز دارم، یا به هر چیزی که رسیدی بیا تهش اون رو روی این فانل هم جایگذاری بکن. حالا خیلی ها میان اینجوری یک کتگوری میذارن، فیچرها رو مینویسن و بعدش هم یک درصدی کانورژن میذارن. خیلی مهمه که شما بدونید فیچرهاتون کجای این در واقع فانل قرار میگیره. چیدن فیچرها خیلی مهمه. عموما ما به همه میگیم آقا خیلی متریک بیس رو برین و متریکاتون رو سعی کنید در بیارین. حالا خود متریک بحث خیلی مفصلیه، ولی اگر متریکاتون رو درست بتونید بشناسید و جای درست قرار بدید، تقریبا خیلی راحت میتونید مشتریهاتون رو هدایت کنید که به سمت ریونیو برن و قسمت های تاثیرگذار سرویستون که منجر به ریزش کاربر میشه رو خیلی درست میتونید شناسایی کنید. تقریبا استوری مپینگ رو هم من الان اینجا دیگه تمومش کردم، میخوام برم روی مدل بعدی که در واقع سه تا بحث ارزش و ریسک، ارزش و هزینه است و در نهایت کل بحث مدل ها رو یه جمع‌بندی کلی بکنی بیشتر سوالاتتون رو جواب بدم. بر اساس زمان بندی دیتر ما داریم نزدیک یک ساعت میشیم. اگر روی این موضوع سوال دارین ازم بپرسین که برم مورد بعدی. تقریبا میتونم بگم کل داستان اهمیت این بخش الان این دوتا حوزه ای بود که گفتم آخر سر. ببین برای دبل سایت مارکت پلیس ها هم تقریبا همینه. KPI ها روزانه خواسته شده. خب من حالا راجع به اون توضیح میدم. اول ببین تقریبا دابل سایت مارکت ها هم همینن. شما اگر دابل سایت مارکت ها یک سمت مارکتتون تامین کننده ها باشن و یک سایت در واقع یک سایت مارکتتون مشتری ها، عموما این فانل رو ما میبریم سمت مشتری ها به کار میبریم، به خاطر اینکه مدل های بی تو سایت بی تو بی که در واقع بیزنس شما با یه بیزنس دیگه داره صحبت میکنه خیلی روی تمرکز داره که ما چطوری با هم نگوشییت کنیم. یعنی خیلی تمرکزش روی نگوشییت و خیلی شاید نشه یه جاهای اوورد روی همچین فانکشن دقیق، روی همچین فانل دقیقی و عموما هم نمیایم براشون مثلا یه چیز خیلی پیچیده در بیاریم، به خاطر اینکه تعداد دبل سایت مارکت ها اون سایدش تعدادش محدوده و باهاشون خیلی راحت میتونیم صحبت بکنیم. ولی توی سایت سی همیشه صحبت کردن خیلی سخته، اعداد و ارقام و تحلیل به ما بیشتر آمار میده تا اینکه بریم باهاشون صحبت بکنیم. به علاوه اینکه صحبت کردنه معمولا یک سری اصلا نیاز پنهان رو رو میکنه که ممکنه اون عددهای ما رو تو فانل جابجا نکنه و ما توی استیجی از سرویسمون همیشه سعی میکنیم که فانلمون رو درست در بیاریم تا اینکه بریم یه سری ها رو نیاز ناخواسته هم پیدا بکنیم. B
بیشتر دبل ساید مارکت ها ساید بیزینسشون تمرکزشون روی نگوشییت. نمیدونم حالا الان جوابت رو خوب دادم سانو جان یا نه. خب تو اکسلی که دادن KPI ها رو روزانه خواستن، میتونید کمی نحوه تکمیل اونها رو توضیح بدین؟ راستش اگر بخوام اسپسیفیک به شما توضیح بدم باید اکسلتون رو ببینم، خب به خاطر اینکه اگر KPI رو روزانه خواستن احتمالاً استیجتون روی جاییه، روی استیجیه که روزانه بودن KPI ها خیلی براشون مهمه. و این نکته دیگه، میتونی بگید کی روزانه ازتون خواسته؟ تیم پروداکتتونه؟ سرمایه گذارتونه؟ کیه؟ اینو به هم میتونی بگی؟ اینو لطفا یک کاری کن، یه اکسل رو من اکسل رو از یکی از بچه ها میگیرم، یه نگاهی میندازم و بهتون جداگونه میگم که چطوریه. ببین من برای اینگیجمنت فور افکت چی چک بشه نظر شما. ببین اینگیجمنت و نتورک افکتتون، خب اول از همه چیزه، اینا یک کلمات کلیه. خب شما باید ببینید فیچری که دارین، این بحثایی که میکنم کلا به اولویت بندی ربطی نداره، دارم جواب سوال رو میدم. باید ببینید اینگیجمنتتون روی سرویستون چیه، بیاید اون رو دقیقا مثل همین فانلی که به نمونه‌ای که بهتون نشون دادم توی اکسل ببینید کدوم قسمت از سرویس شما اینگیجمنت ایجاد میکنه و کدوم قسمتش داره نتورک افکتتون ایجاد میکنه. بعد نسبت به این درصد هاتون رو تکمیل بکنید. اصولا اینجوریه، اگر کسی دیگه گفتن بدونم شاید بتونم بهتر راهنمایی بکنم. حالا مثلا اون نت پروموتر اسکورتون یه چیز دیگه است، اونو توضیحش خیلی مفصله، الان خیلی بهش ورود پیدا نمی‌کنم. ولی کلا اینگیجمنت و نتورک افکتتون چیزیه که معمولا یک قسمت های از سرویس شما ایجاد درگیر شدن کاربر میکنه و از اون برام تاثیر میذاره روی در واقع اون شبکه که دارین ایجاد میکنید. اینها رو بعد در بیارید و دقیقا روی همچین قالبی میتونید اون فیچرها رو لیست کنید و تاثیر هر کدومشون رو اضافه بکنید. خب جوابتون رو دادم. من حالا در نهایت تمپلیت رو بعد از شما بگیرم و ببینم که ببینم جایی رو اشتباه نگفته باشم، من تعریف خیلی کلیش رو گفتم. و یه نکته دیگه، این تیبل هایی که بهتون گفتم برای بیزینس به بیزینس فرق میکنه ها، شما باید درش بیارین. خب این یک سمپل یک بیزینسیه و بیزینس نسبتا قدیمی هم هست، باید این رو شما برای خودتون در بیارین. حالا یه کاری میتونی بکنید اینه که نسبت محصولتون توی یه جلسه مصاحبه دو نفره ببینیم که آیا درست پر کردین یا درست پر نکردین. فکر میکنم این کار در نهایت راحت تر باشه. یه سوال دیگه هم پرسیده بودیم که مثلا برای بیزنس بی تو بی نمیتونیم به راحتی فروشگاه اینترنتی KPI ها رو بگیریم. ببین اگر یک سمت شما تأمین کننده است، من حالا نمیدونم ببینم سوال رو درست متوجه شدم یا نشدم، شما یک ساید بی دارین که احتمالا فروشگاه های تامین کنندن و از اونها نمیتونید KPI بگیرید، آیا این فروشگاه دارن به شما جنس میدن؟ آها اگر پلتفرم خدمات بی تو بی هستی کلن KPI گرفتن از اون ساید بی یه ذره متفاوته. من فعلا بذارین ساید سی رو بگم چون شاید دغدغه بقیه بچه ها نباشه، بعدا اگر خواستین جداگونه صحبت میکنیم من میگم چطوری از ساید بی KPI بگیرید. خیلی پیچیده نیستش ولی یه ذره از ساید سی متفاوت تره. من برمیگردم به
همون بحث خودم اولویت بندی ها. خب در نتیجه ته استوری مپینگ شما وقتی اون در واقع اکتیویتی ها رو توی این یوزر استاتیس در بیاری میتونید بفهمید که چقدر تاثیر داشته و هر چقدر تاثیر اون داستان مثبت بوده روی اون فیچر بیشتر کار بکنی و توسعهش بدی و واقعا اونجا خیلی خوبه که بر اساس نیاز کاربر پیش بری نه بر اساس محدودیت ها. حالا من بحث بعدی که میخوام بهش ورود پیدا بکنم میاد در واقع اون روی سمت سایه دیگه یه قضیه. بیشتر میخوام روی این حوزه تمرکز بکنم، سایدی که در واقع بیشتر از سمت محدودیت‌های داخلی سازمان ما مجبور میشیم یک سری در واقع اولویت بندی ها رو ایجاد بکنیم. تا الان من سعی کردم این مدل رو، این دو مدل رو کامل بگم. من سعی کردم این دو مدل رو کامل بگم که اگر از ساید مشتری بخوایم اولویت بندی کنیم چه استانداردهایی داره، اگر از سمت مشتری با توجه به محدودیت ها بخوایم اولویت بندی بکنیم چه در واقع روش ها و متد هایی داره. حالا میخوام یه ذره بیام سمت این که کلا ما از سمت محدودیت بیاییم اولویت بندی کنیم. خیلی خیلی از بیزینس ها و استارتاپ ها و همه کار مختلف میان بر این اساس کارشون رو شروع میکنن. واقعا هم نمیشه گفت درسته یا غلطه، ولی خب به هر حال بر اساس محدودیت ها همیشه ما باید یه سری کار رو انجام بدیم که یکی از مواردش اینه. یکی از چیزایی که خیلی در واقع زیاده ارزش در برابر ریسکه، فکر میکنم من جایگاه بحر ولیو ریسک جاش اینجا قرار گرفته و من از این شروع میکنم. یه روش خیلی قدیمی اولویت بندیه که سعی میکنه بیاد بگه کاری که دارید انجام میدی مقیاس های اصطلاحاً سبک و سنگین رو داره، میاد میگه بر اساس مقیاس های سبک و سنگین سعی کنید کارهایی رو انجام بدید که ریسک و هزینه کمی روی دوش شما میذاره و سعی کنید ولیو رو بیشتر ایجاد کنید. خیلی کاری نداره، میاد در واقع اون داستان باید ها و اینجور چیزها رو بعضی موقع ها زیر پا میذاره. روش اشتباهی نیست اگر مجبور باشید، به هر حال یکی از روش هایی که وجود داره. میگه به هر روشی که شده شما بیاین ریسکاتون رو محاسبه بکنید و سعی کنید یه فاکتور اولویت بندی برای خودتون آماده بکنید. این فاکتور اولویت بندی چند تا ساختار داره. یکیش ریسک برنامه است. اینه که مثلا ما اگر محدودیت زمانی خاصی داشته باشیم حتما باید توی یک بازه زمانی خاص یک سرویس رو لانچ بکنیم. این یک محدودیت. یه موقع شما ممکنه ریسک هزینه داشته باشید. اینه که آقا مثلا من برای آماده کردن فلان فیچر بیشتر از 5 میلیون تومان هزینه ندارم بکنم که این فیچر رو تولید بکنم. یکی هم ریسک ساختاریه. اگر ریسک ساختاری داریم و به طور مثال یکی از اعضای سهامدارا کلن خیلی مشکل داره با اینکه شما روی فیچریم در واقع وقت بذاریم، میگه بیاییم ریسکا رو بر اساس چیزهایی که هست اولویت بندی کنیم. میگه یه هدف خیلی کلی رو که سعی کنیم اون هدف متعادل باشه برای خودتون بذاریم و از ریسک بالا بیاییم اینها رو اولویت بندی کنیم. یه پایی من خیلی ببخشید یک دقیقه میوت. من خیلی عذرخواهی میکنم، این وسط کار بود. میگه بیاین این نمودار رو طراحی، این نمودار رو برای خودتون بکشید و به هر کدوم از اون در واقع فیچرهایی که دارین بیاین یک نقطه‌ای رو اختصاص بدید. ببینید اون فیچرها کدومشون میره به سمت ارزش، کدومشون میره به سمت هزینه. حالا این هزینه توی این نمودار کاسته، ولی ممکنه یه جا زمان باشه، ممکنه یه جا ریسک ساختاریتون باشه. این رو باید مثلا توی سطح نمودار جدا در واقع طراحی بکنی. به هر کدوم یه دایره اختصاص بدی و اونهایی که میره به سمت اون خط قرمزهای شما
و احتمالاً یا از احتمال ریسک این زیاده که از زمان شما بزنه بیرون، یا ریسک اون آیتم زیاده که از در واقع بودجه شما بزنه بیرون، اونها رو حذف کنی و بین اولویت‌های یک تا سه زمان بذاری. این یکی از متدهای عمومی در واقع ارز ولیو در مقابل ریسک. متد خیلی ساده ایه ولی خب جواب میده. یکی از متدهای دیگه که الان خیلی داره روش تمرکز میشه با توجه به اینکه استارتاپ‌ها زیاده، ارزش در برابر هزینه است. ارزش در برابر هزینه جایگاهش در واقع یک ذره به سمت مشتری داره هدایت میشه و میگه بیشتر سعی کنید که یه ذره به مشتری هم گوش بدید. تقریبا یه تکنیک خیلی کلیه که رایجه و تقریبا روی فیچر این داستان خیلی تمرکز میکنه و میگه ویژگی ها رو بر اساس ارزششون و هزینه پیاده سازیشون امتیازدهی بکنید و در نهایت اونایی که از لحاظ هزینه و ارزش امتیاز بالاتری پیدا میکنن اونها رو شروع کنید انجام دادن. خیلی تمرکز داره روی این که ببینه اون تسکی که ایجاد میکنید روی ROIتون، اون ریتنشن آن اینوستمنتتون چه تأثیری میذاره. یکی از معیارهای اصلی امتیازدهی شما ROIتونه. اگر یک فیچر رو ROI شما تأثیر مثبت میذاره، سعی کنید اون رو بهش اهمیت بیشتری بدید. یکی همین که چقدر در راستای هدف کسب و کارتونه. اگر هدف اصلی که شما قرار هست مشتری ها ارائه بدین رو در طول یک زمان مشخص که باید شما اون زمان رو هم بگید تأثیر مستقیم میذاره، میتونید اون رو ارائه بدید و در نهایت اون رو بیارید روی گرافی که در برابر هزینه ای که ایجاد میکنه نمایش بدید، که در نهایت تقریبا یه همچین نموداری هم برای شما ایجاد میکنه و بر اساس گزینه های 1 تا 3 بهش اولویت بدید و اونها رو اجرا کنید. یه جدول رنگی داره، من اون جدول رنگش رو هم اینجا اضافه میکنم که بتونید ببینید. میگه فیچرها رو بنویسید، بهشون یک امتیاز بدید، یک وزنی بدید و در نهایت نسبت به درصدی به رنگی که میگیرن شروع کنید دیولوپ کردن. این هم متد خود در واقع من اسمش رو بیارم اشتباه نگم، متد ولیو ریسک و ولیو کاسته که خیلی این روش استفاده میشه. یه روش دیگر رو هم میخوام بگم و تموم کنم این بحث رو، بریم سوال جواب ها و ترجیحا اگر میتونید وایس میکروفونتون رو آن کنید ازم بپرسید که دوستای دیگه هم سوالاتتون رو بشنون. یکی از روش هایی که میذارم من روش ها رو بیارم و روش رو براتون بخونم، من اسمش رو اشتباه نگم فقط. بله، ما یه روش خیلی جالبی داریم که اینو در قالب بازی با بچه های در واقع اون هدای بیزینسمون طراحی میکنیم. بازیه، یه بازیه که ما ازش داریم اولویت بندی هامون رو در میاریم. یه بازی مندرآوردی هم هست. من این بازیه رو براتون همینجوری توضیح میدم و در نهایت سعی میکنم خیلی زود جمعش کنم. یه بازی ما گذاشتیم به اسم بازی قایق سرعت که بیشتر داریم سعی میکنیم اون آدم هایی که توی بیزینس ما درگیرن از جنس سرمایه گذار و بچه هایی که تصمیم گیرنده هستن رو بیاریم توی بازی، ببینیم که واقعا طرز فکر اینا چیه. بازمون از اینجا شروع میشه که ما میخوایم ببینیم اگر از مردم بپرسیم واقعا مثلا از چه چیز محصول ناراضیان، احتمالا هم اعصاب ما رو خرد میکنن، هم اعصاب خودشون. اومدیم برای این داستان یه بازی طراحی کردیم و گفتیم که خب حالا چجوری بیایم حذف اضافه بکنیم، یعنی کل کارهایی که میخوایم انجام بدیم رو بنویسیم به جای اینکه طراحی بکنیم، دیولپ بکنیم و اجراش بکنیم، بیایم رو کاغذ بنویسیم و باهاش بازی طراحی کنیم. خب کار اولی که می‌کردیم این بود که روی کاغذ A3 که تخته وایت‌برد خیلی گنده یه قایق می‌کشیدیم و می‌گفتیم که خب این قایق داره یه بادی میاد و به سمت جلو هدایت میشه، چه چیزهایی باعث میشه که این قایق کند بشه و آدم‌ها خیلی کندتر توش حرکت کنن. اول فکر می‌کنی خب چیزی که یه قایقی که در واقع تیم دیولپ هست کند می‌کنه چیه؟
طبیعتاً یه عالمه فیچر و ماژول و چیزا این شکلیه. ما میمدیم این فیچر و ماژولا رو مینوشتیم و جلوی قایقه میچسبوندیم. اینها میشدن این جریان باد برعکسی که در واقع به بادبانه میخوردش و این چیزا رو کند، این در واقع رشد سریع قایقه رو کندش میکرد. ما حالا میمدیم به آدم ها میگفتیم که این ویژگی ها رو وقتی ما داریم میچسبونیم، ما اون خودمون میچسبونیم، ولی یه روش هم اینه که بگیم خود آدم ها بچسبونن این کار رو اگر میشناسن بیزینستون رو. ما معمولا چون بعد یه سری آدم هایی رو میآوردیم که بیزینس رو خود کور بیزینس رو نمیشناختن ولی فقط با درمخش تا یه حدی آشنا بودن، یوزر بیس اولی همون بودن، ما براشون مینوشتیم میچسبونیم، یه سری هم خودشون مینوشتن اضافه میکردن. میگفتیم حالا اینها داره این تون رفتن این قایقه رو داره کند میکنه. کدوم از این ماژول ها فیچر ها اگر نباشن شما تغییری توی کاربریتون ایجاد نمیشه، همچنان مشتری ما خواهیم بود و در نهایت میابیا اینا رو ورش داریم. خیلی جالبه که خیلی راحت توی مثلا زمان 10 دقیقه 50% این در واقع موارد حذف میشه. یعنی ما قبل از اینکه شروع کنیم هر چیزی رو دیولوب کردن، 50% فیچرهایی که آدم ها واقعا نیاز نداشتن رو حذف میکردن. ما خیلی راحت همون جایی که حذف میکردن، اول از همه دلیل حذف کردنشون رو میپرسیدیم و اینکه کدوم از اون مواردی که روی اون در واقع طرح میمونده کدومشون خیلی کلیدیه و چرا براشون کلیدیه، یعنی چه چیزی رو سرعت میده بهشون. بعد میومدیم بر اساس اون چیزی که میگفتم یه اولویت بندی خیلی ساده در میآوردیم و در نهایت میآوردیم روی فرایند مدیریت پروژه‌مون. به صورت 2 هفته‌ای 10 روزه شروع میکنیم تسکر رو اجرا کردن. این روش تقریبا من برای چند تا از استارتاپ‌های اکسلراتور این کار رو انجام دادم و تقریبا همشون خیلی راحت جواب گرفتن و همچنان هم دارن این کار رو اجرا میکنن. خیلی مدل من درآوردیه ولی خب مدل جالبیه، یعنی واسه خود من که حداقل خیلی خوب بوده. حالا دارم سعی میکنم اینو به صورت یه فریمورک درش بیارم، یه کاغذ چیز قشنگ بکشیمش و یه ذره شاخ و برگ بدیم بهش، اگر آماده شد براتون میفرستم. امیدوارم مواردی که گفتم خیلی پیچیده نباشه، واقعا یک ذره سخت اینها رو توی وبینار گفت چون یه چیزایی مثل کنو و کیو اف دی رو باید بشینیم دوره هم مثل بیزینس مدل کار بکنیم تا بتونیم بهتر درکش بکنیم، ولی من سعی کردم یه سری هینت اولیه بدم که هر کدوم از مدل ها نسبت به بیزینس شما براتون جذاب تره برین راجبش بیشتر بخونیم، یا اگر ریسورس های بیشتری میخواستیم به من بگین. مثلا برای کنا کتاب دارم، برای آیان مکالیستر کتاب دارم، راستی وقت هم نشد آیان مکالیستر رو بگم، یه روش نسبتاً جالبیه که یه ذره بومیه، حالا اون رو هم در نهایت هم مقاله میکنم میفرستم. سعی کردم یه هینت خیلی کلی بهتون بگم، برای همشون ریسورس های خوبی هست، اگر نیازی بود بگین کدوم ها رو میخواییم، براتون کتاباش رو میفرستم. امیدوارم که زمانی که گذاشتین هدر نرفته باشه. حالا من اینجام، اگر سوالی دارین با وایس بپرسین تا زمانی که وقت هست من توضیحات رو بدم. خواهش میکنم سارا جان، سلامت باشین. یه سری از دوستان که سوالای تکی داشتن بعدا میتونیم هماهنگ بکنیم، یه تایمی جداگونه سوالاتون رو جواب بدم اگر خیلی شخصی بود. فکر میکنم من ایمیلم رو براتون میفرستم اینجا. این ایمیل منه، میتونی برام تمپلیت رو بفرستی. قادر جان هستی شما؟ من از زحمت هماهنگی بچه‌ها رو نمیدونم با کدوم با کدوم از دوستان هست. فکر میکنم اگر خودت صلاح میدونی مدیریت کنی یا ارجاع بدی به هر کدوم از بچه ها که یه موقع ناهماهنگی هم پیش نیاد این وسط.
حتما حتما. من بازم بچه ها خیلی عذرخواهی میکنم، میدونم توضیحاتم خیلی کلی بود ولی واقعا نسبت به محدودیت زمانی که داشتیم سعی کردم یه سرنخی بدم. خود شما خیلی جاها رو بیشتر از من مطمئنم بلدی، من فقط سعی کردم یه سرخطی بدم برای اینکه سرچ بهتری بکنی، نه الزاما چیز خیلی خاصی رو یاد بدم. یک بحث بیشتر انتقال تجربه ای. کاملا موافقم مشتاق جان. من نمیدونم کدوم، ببین خیلی مهمه واقعا اولویت بندی نسبت به جایگاه بیزینس خیلی مهمه. من هیچ مدلی رو نتونستم به طور یکسان چند جا استفاده بکنم. معمولا بعد از اینکه استارتاپ ها رو بهتر میشناسیم سعی میکنیم بهشون بگیم که چه مدلی براشون بهتره، ولی واقعا این استیج یه چیزی نیست که بشه برای همه استارتاپ ها یه نسخه پیچید. مدل کنا تقریبا جزو پر مخاطب ترین مدل ها هست، اونم دلیلش اینه که دقیقا جای خیلی درستی روی اون در واقع نمودارمون نشسته، هم ساید مشتری هم ساید بیزینس. اگر علاقه من بودین من سعی میکنم که مدل کانا رو فقط اون مدل رو یه ذره بیشتر بگم. فقط اونم یه چلنجی داره، اونم اینه که یه ذره کار عملی میخواد، یعنی بچه ها باید بیان بشینن بنویسن. سعی میکنم خودم یه بار با خودم تمرین میکنم، اگر تو قالب وبینار تونستم توضیح خوبی بدم حتما وبینار میذاریم. من منابع رو با قادر در میون میذارم، سعی میکنم فایل PDF بدم بهش و برسونه به دست شما دوستان. سلامت باشین، مرسی از وقتی که شما گذاشتین و به امید دیدار همتون. قادر جان امری با شما در خدمتیم. امیدوارم که مفید بوده باشه. شب همگی خوش بگذره. خداحافظ.